هر کجای این جهان هستی که نظارگر برنامه من در تلویزیون آریا مهر هستید. داشتم یک گزارشی رو مطالعه می کردم در ارتباط با این که تشکر این سیاوشان ما انقدر حساسه که بعد در تمام طول 2 سال گذشته در این تلویزیون همواره چند بار گفتم رژیم دست نشانده و اشغالگر اسلام. شاید هنوز دوزاری شما نیفتاده که این دست نشانده که من هی بهش تأکید میکنم معنی و مفهومش چیست. معنی و مفهومش آن چیزی است که در وایس آف امریکا شما شاهدش هستید. معنی و مفهومش اون چیزی است که شما در بی بی سی یا رادیو فردا و یا وبسایت ها، وبلاگ ها، رادیو تلویزیون های برون مرز و 1001 کاسب کاری که نوکران رژیم اسلامی در خارج است از مواد غذایی میپوشن، این کارو میکنن، فرش میپوشن، جواهر. رژیم دست نشانده یعنی اینکه سال گذشته در همین سالی که گذشت ما بیش از چقدر اینجا نوشتم نزدیک به 60 میلیارد دلار واردات داشته کشورمون، صادراتش یه چیزی نزدیک 18-19 میلیارد دلار بوده که خدا میدونه از این مثلا نزدیک به 20 میلیارد دلار صادرات چقدرش نفت و گاز پول اونا بوده برگشته تو به طریق دیگه. این میشه دست نشانده، این میشه یعنی یه چیز آمار رسمی که خود رژیم میده شما معمولا باید اینو 2-3 برابرش بکنید. 70-80 میلیارد دلار داره پول مملکت میره باج داده میشه به کشورهایی که این رژیم دست نشانده شده. خب میخواید چین از این رژیم حمایت نکنه؟ میخواید روسیه از این چین حمایت نکنه؟ امارات متحده عربی 26% از کل ارزش واردات کشور ما رو به خودش اختصاص داده. خب امارات هم که میدونید باز اون برای قضیه تو امارات همین خود رژیم و مافیای رژیم و این گونه مسائله. به عنوان بزرگترین کشور صادرکننده کالا به ایران رتبه نخست رو در کشورها امارات به خودش اختصاص داده. چین با اختصاص 77% سهم ارزشی رتبه دوم رو به خودش و کشور آلمان با 48% در رتبه سوم، سوئیس با 26%، نمیدونم انگلستان با چین مقام سوم و چهارم و پنجم. خب هموطنان عزیزم در این تلویزیون در طول 6 ماه گذشته در همین برنامه و همین شخص که با شما صحبت میکنه بارها به مردم ایران گفت از پرداخت قبوز قبض‌های آب و برق و تلفنتون خودداری کنید. خیلی راحت میتونم 15 تا 20 تا 30 تا 40 تا برنامه که این حرف رو گفتم رو تیکه تیکه هاشو در بیارم از تو آرشیو براتون بذارم. حافظه تاریخی که ما نداریم، ولی مردم تو ایران گوش میکنه. آخوند سید علی خامنه ای رهبر افیونی جانی و مفعول رژیم اسلامی با صدور فتوای وضو و غسل، غسل جنابت، البته اونجا منظور ایشون اونایی که غسل جنابت میگن، کسانی که بهای آب مصرفی خود را به موقع نمیپردازند باطل دانست، فتوا داده مرتیکه چلاق مفعول اونایی که پول آبشون رو نمیدن. حالا البته برق هم تلفن هم داره یواش یواش مردم نمیدن، دارن به توصیه تلویزیون گوش میکنن. گذشته از اینی که بگیم باید برین بیخ خیر اینا رو بگیرین خفشون بکنین
به آتششون بکشید و کار رو تموم کنید. این کارا رو هم مردم دارن، این توصیه ها رو هم گوش میکنن. نه شهرام همایون، نه حشره، نه اون یکی، نه اون، نه اون، نه اون تو هیچ برنامه از این اجازه این حرفا رو ندارن بزن. کار به جایی رسیده که پول آبو نمیدن. استانداری های مختلف و این حرفا به رهبر چلاقشون، نه آقا بیه فتوا بده. اونم گفته آبی که شما پولشو ندید و وضوتون باطله و غسلتون باطله و بی پدر و مادر حرام زده. چهار آخوند بی پدر و مادر دیگری که مقام آیت اللهی رو هم با خودشون میکشن فتواهای مشابه صادر کردن. شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم از آخوند خامنه‌ای و چهار مرجع تقلید دیگر درباره مشترکان آب و پرداخت قبض‌های آب آنها استفتا کرده است. این اقدام شرکت آب نشون میده که روند عدم پرداخت قبض‌های آب در ایران شدت فراوانی یافته و آخوند خامنه‌ای در پاسخ چنین فتوا داده است: امتناع از پرداخت قبوض آب و برق جایز نیست و وضوع و غسل شماها باطله و مشترکین بدهکار و ضامن آن مبلغ نمیدونم از این صحبت رو. چهار آخوند بی پدر و مادر دیگر هم که همزمان با رهبر چلاق و مفعول اسلامی پرداخت آب‌بها را یک وظیفه شرعی دانستند، همه از سوی جامعه مدرسین حوزه علمی قم به عنوان مرجع تقلید رسمی معرفی شدند. تمساح یزدی، محمد یزدی از مسئولان و مدیران و جنایتکاران اصلی جامعه مدرسین حوزه قم هستند. ناصر مکارم شیرازی هم فتوا داده، گفته بر همه مشترکین لازم است آب‌بهای خود را به موقع بپردازند. فتوای حسین نوری همدانی نیز متن مشابهی دارد. سید موسی شبیری زنجانی اینا رو بچه ملاه بی پدر و مادر نوری زاده همه اینا رو میشناسه. یعنی بهش بگی سید موسی شبیری زنجانی، میگه کلفت تو خونه شون هم مثلا اسمش چیه، باباش کی بوده، ننش کی بوده، دختر عمش مثلا با کی میرفته میومده. خاک بر سر دوری زده که چقدر تو گونی میندازی میبریم تو ایران محاکمت میکنیم. اونم فتوا داده که عدم پرداخت بهای آب مصرفی شدید. آیت تو نمیدونم سید محمد علی علوی گرگانی یک مفعول دیگر از شرکت آب و فاضلاب خواسته که حال مستضعفین رو رعایت کنن، بدهی آنها رو به صورت قسطی فلان طلب کنن رو از این صحبت ها. پنج مرجع تقلید دولتی از این صحبت ها. هموطنان عزیز، هموطنان ناصر، مافیای حکومت اسلامی در خارج از کشور در همه جا، هر جا ایرانی هست، بستگی به نسبت جمعیت ایرانی ها در اون مناطق، مثلا در آمریکا در لس آنجلس 1 میلیون ایرانی، در سوئد نمیدونم اینقدر، در نروژ اینقدر، در انگلستان یه تعدادی، در فرانسه، در آلمان، این مافیا بسته به تعداد و یا حجم ایرانیانی که در خارج، مافیای اقتصادی خودش رو داره. بزرگترینش تو همین لس آنجلس، اونی که خاربار میفروشه، مواد غذایی میفروشه، نمیدونم فرش میفروشه، اینو میفروشه، کتاب فروشی داره، اونو داره. اینها به طریقی با حکومت اسلامی رد و بدل پولی میکنن، پولشویی میکنن، هزار جور کار میکنن. برای همین اصلا این آگهیاشون محال این طرفا پیدا بشه، ولی توی اون تلویزیونای سیاسی، توی تلویزیونای پایین شهری سراسی روسی بنگاه‌های شادمانی همه هستن. حساب داره، کتاب داره، همه رو حساب. یه رسوایی مالی دیگه حکومت مافیایی اسلامی تیتر خبری رسانه‌های سوئد میشه. خبر به این ترتیبه که دادستان جرائم اقتصادی سوئد برای یک مغازه‌دار ایرانی، حالا مغازه‌دار رو تجسم بکنید با اونی که اینجا مثلا پنجان و مثلا فلفل و نمک و عدس و لوبیا و خیارشور و برنج و این چیزا میده بیرون، خب گردن گلفتره. اونی که کتابای وزارت ارشاد میفروشه گردن گلفتره، اونی که داره فرشا رو میفروشه گردن گلفتره، اونی که داره معاملات ارزی میکنه به صورت پنهانی یه جور دیگه، داره خبرتون بگم چه خبر. دادستان جرائم اقتصادی سوئد برای مغازه‌دار ایرانی به جرم مالیات گریزی کیفرخواست تعیین میکنه، صادر موضوع اتهام انتقال غیرقانونی 10 میلیارد کرون